خدا، سلام، کامران اصفهانی هستم از گروه دکامون سازه. با آموزش های ریویت در خدمت شما هستم. از این مورد پس داریم که هر هفته حداقل یه آموزش برنامه ریویت رو بذاریم و امیدوارم که این آموزش رو بتونه بهتون کمک کنه و پروژه خودتون رو به خوبی بتونید طراحی کنید توی این برنامه. خب، اول توی حالا این آموزش اول میخوایم که یه آشنایی کلی و برنامه روید داشته باشیم و از سری بعد شروع کنیم کم کم هر قسمت رو به صورت کامل تر توضیح بدم براتون. حالا روید ما 2022 شد، یه ذره روید شما فرق کنه، ورژن ها پایین تر باشه، ولی فرق زیادی در کل نداره. خب، از دو بخش تشکیل شده حالا این صفحه اصلی و اولیش، که اگه شما بخواید یه پروژه جدید باز کنید دیگه نیورو میزنید و وارد اون تمپلیتتون میشید. حالا اگه درست نصب کرده باشید و کامل نصب کرده باشید، این تمپلیت ها برای شما میاد و پیشفرض خود روید. اگه مثلا این براوزر بزنید، اینجا این فایل باید براتون باشه. اگر هم درست نصب نکردید که باید تمپلیت رو از اینترنت دانلود کنید و تمپلیت مخصوص ورژن همون رویتی که نصب دارید و بیایید و کارتون شروع کنید. از این بخش که شما میتونید گفتم پروژه جدید رو شروع کنید و از این بخش هم که فامیلی حالا جلوتر کاملتر بهتون توضیح میدم. اینجا هم که یه سری پروژه هایی که تازه باز کردین و یه پروژه هایی که پیشفرض خود رویتر براتون نمایش میده. خب، برای شروع اینجا نیو رو میزنید و مثلا اون تمپلیت حالا معماری یا استراکچر هرچی که هست باز میکنید و وارد برنامه ریویت میشید. خب، محیط اصلی که به این صورته. حالا شاید اگه اتوکد کار کرده باشه اونجا، چون صفحش مشکیه و اینجا سفیده، شاید یه ذره اول سخت باشه براتون، ولی خب حالا میتونید از طریق آپشنمون رو تغییر بدید و تو بخش گرافیک حالا بیاین و بک‌گراندش رو عوض کنید، ولی معمولا همین سفید کار میکنم. خب، اینجا شاید برای شما این نوار بالا باشه، کویک اکسیس، و اگه بیاین روی این فلش بزنید و این پایین کلیک کنید میاد اینجا. این نوار چیه حالا؟ این نوار میاد اون ابزاری که شما بیشتر مورد استفادهتونه رو اینجا قرار میده. مثلا حالا این نوار بالا رو من توضیح میکنم، ولی الان واسه این که این نوار متوجه بشید، مثلا روی این وال کلیک راست بکنید نمیشه اد تو کویک اکسیس، اینجا بزنید اینجا وارد این نوار میشه و اون ابزاری که بیشتر مورد استفادهتون هست و شما میتونید توی این نوار قرار بدید و راحت تر مثلا اندازه گذاری یا سیکشن و اینا رو که خودش گذاشته، شما میتونید مثلا سه تو که حالا بعدا توضیح میدن، یا شما وال مثلا زیاد استفاده میکنید تو اینجا اضافه کنید. اگه هم خواستید دوباره برگردید که همون کلیک راست میکنید و ریموو میزنید. این از این، اینو حالا من بعدا توضیح میدم. اینجا دو تا پنجره داریم که حالا شاید برای شما جدا باشه یا این سمت باشه یا همونجوری روی هم باشه. پنجره پروپرتیز و پروژکت براوزر هستش. این دوتا حالا چیه؟ میاد یه سری مشخصاتی از اون آیتمی که ما انتخاب کردیم و اون نشون میده. مثلا حالا من اینجا دیواری که انتخاب کنم، اگه دقت کنید اینجا مثلا میزنه که از چه لولی شروع بشه تا چه لولی بره و بقیه مشخصات. یا اینجا میتونید مدل‌های مختلفش رو انتخاب کنید. میاد هر چیزی که نیازه رو اینجا و اون مشخصات و اون آیتم رو قشنگ اینجا کامل بهتون توضیح میده. و این پنجره پروژکت بروزر هم میاد حالا یه سری مشخصاتی از جمله لول بندیامون دیگه، مثلا نماهامون، مقطعامون، شیتامون. حالا من چون اینجا شیت آماده باز داشتم، اینجا شیت هم نشون میده. یا فامیلیامون که شما این منهای کنارش رو بزنید بسته میشه و این چیزها رو بهتون نشون میده که حالا یا میتونید به این صورت بذارید این گوشه باشه، یا اینکه میتونید بیارید اینجا به این صورت زیر هم باشه و این پایین شما کلیک کنید
این پنجره عوض میشه. هر جوری که خودتون راحت تر میتونید اینو تنظیم کنید. حالا اگه یه موقع اینا رو شما مثلا حالا بر صورت اینا رفتش و پنجره بسته شد، شما میایین توی قسمت ویو و یوزر اینترفیس. اینجا هم پروژکت بروزر هست و هم پروپرتیز. تیکشو که بزنید دوباره براتون ایجاد میشه. به این صورت اگه یه وقت این پنجره رفتش، شما میتونید این پنجره رو بیارید. خب حالا این نوار بالا، این نوار بالا تشکیل شده از زبان‌های مختلفی، مثلا این زبان معماریشه، استراکچرشه، دوباره اصلا استراکچر داره دیگه، بخش تأسیسات، بخش اینزرت که حالا شما فایلاتون میتونید بیارید، بخش اندازه گذاری، آنالیز، مسین و تا آخر دیگه ویو و منیجو. که حالا ما به ترتیب این نوارا رو شروع میکنیم توضیح دادن توی هر جلسه و دونه دونه میپردازیم به حالا آیتم های آیکون هایی که اینجا هستش و تو هر آموزش سعی میکنیم اینا رو کامل بهتون توضیح بدیم. ولی توی جلسه اول من میخوام این ابزار توی زبانه آخر مودیفای، ابزار اصلی که همیشه هم دیگه استفاده میشه و شما نیاز دارید که اینا رو خوب یاد بگیرید. خب حالا برش اینکه ابزار مودیفای بهتر یاد بگیریم، شما به این والو انتخاب کنید و روی پیشفرز حالا خود رویتی دیوار 20 سانتی بذارید. حالا من به شکل مختلف میکشم تا بتونم ابزارها رو به شما یاد بدم. حالا مثلا به این صورت. خب وقتی سلکت میکنید قسمت مودیفای که خودش فعال میشه، ابزار موبو که بزنید اینجا دوتا گزینه میاد. این گزینه اولو اگر فعال باشه شما فقط میتونید در جهت عمودی و افقی این جسم رو حرکت بدید و جابجاش کنید به این صورت. ولی اگه موقع این غیر فعال باشه، شما به هر جهتی که بخواید میتونید اینو انتقال بدید و حرکت بدید. ابزار خیلی پیچیده نیست و نکته خاصی هم نداره. ابزار بعدی کپیه. شما دوباره سلکت میکنید و کپی رو میزنید. دوباره این که این گزینه هم کارو میکنه تو چپ و راست، فقط میتونید یعنی افقی عمودی شما میتونید این جسم و حرکت کپی کنید و به این صورت کپی میشه. حالا اگه این گزینه فعال باشه میاد به صورت چند تایی کپی میگیره و کلیک شما قطع نمیشه. ولی اگه این فعال نباشه، شما یه کپی که انجام میدید کلیکتون رها میشه و دوباره باید بزنید و اینم به این صورت. موو یه دیسجوین هم داشت، فقط من یادم رفت بهتون بگم این دیسجوین چیه. شما اگه بزنید این دیسجوین فعال نباشه، این به این صورت به این دیواری که متصله میاد ادامه میده و قطع نمیشه. ولی اگه این دیسجوین فعال باشه، شما وقتی اینو حرکت بدین جدا میشه دیگه از این دیواری که متصل بوده. حالا دیگه بستگی به اون کار میداره. خب ابزار بعدی روتیت. این دیسجوین هم داره باز روتیت که همون کار میکنه. اگه غیر فعال باشه این دیوار میاد امتداد میده و قطع نمیشه. حالا شما سلکت که کنید روتیت رو بزنید، اینجا یه گزینه کپی داره که اگه فعال باشه شما وقتی اینو بزنید یه کپی از این میگیره و روتیت میکنه. ولی اگه خواستید فقط همون دیوار مثلا روتیت بشه یا هر چیز دیگه که بود، این کپیشو باید بردارید و به این صورت خود دیوار فقط روتیت میشه. اینجا میتونید شما زاویه هم بدید، مثلا 45 درجه میخواید روتیت انجام بشه و اینتر رو بزنید 45 درجه روتیت میشه. به این صورت سلکت میکنید روتیت رو میزنید اون زاویه که میخواید مثلا 30 درجه و اینجا اینتر رو میزنید. یا به این صورت یا میتونید به صورت دستی اون روتیت رو انجام بدید. این گزینه هم که اینجا پلیس رو اگه بزنید دقت کنید، اینجا الان این نقطه آبی داره که نشون میده روتیت از
چه قسمتی انجام بشه. الان این روی وسط هستش، اگه شما اینو بزنید میتونید روی هر قسمت از اون جسم که دوست دارید قرار بدید، مثلا اینجا، و بعد روتیت رو انجام بدید به این صورت، یا با این گزینه انجام میدید، یا میتونید به صورت دستی وقتی بیارید روی این نقطه آبی کلیک کنید، میتونید جابجا کنید و هر جا که دلتون بخواد اینو قرار بدید. این از روتیت. این ابزار رو من آخر سر درست دادم. ابزار علم، علمش یه ذره با حالا علمی که تو اوتوکد بود شاید متفاوت باشه، هم علم هم تیری، چون اوتوکد شاید کار کرده باشه یه ذره اولش مشکل باشه براتون. قسمت مودیفای الاین که بزنید، الان به این صورتی که شما میاد اول مبدا و مشخص میکنید و میگید که مثلا میخواید این دیوار به این دیوار برسه و متصل بشه. شما میاد اون مبدا و مشخص میکنید، مثلا اینجاست، کلیک اول میزنید و بعد میاد روی این خط کلیک میکنید، به این صورت اینو میاد متصل میکنه به این دیوار. یا مثلا من یه دیوار دیگه بکشم که بهتر توضیح بدم. مثلا میخواید این دیوار بیاد تو به راستای این دیوار قرار بگیره، دوباره الاین رو میزنید اونجایی که مبدأتون رو مشخص میکنید، اینجا رو کلیک میکنید و دوباره ناگهان اگه روی خط پایین باشه نسبت به این میاد الاین میکنه، ولی ما خواهم از بالا توی راستا باشه، این خط بالا رو میزنید و این به این صورت میاد اینو با این الاین میکنه و توی راستا قرار میده. حالا به عنوان اکستند هم میشه استفاده کرد دیگه، یعنی شما رو اینجا کلیک کنید و اینجا رو بزنید، این میاد با شما ادامه پیدا میکنه و تا انتها میره. ابزار بعدی که داریم آفسته، آفستی که بزنید شما اینجا میتونید مشخص کنید که چه مقدار آفست بده بهتون، مثلا میخوان 1 متر بهتون اینجا آفست بده، 1 رو میزنید و اگه دقت کنید موس مثلا تو قسمت بالایی قرار بدید خدشی میاد بالا، یعنی اینجا وسطتون آفست میکنه، ولی اگه بیارید به سمت پایین این خدشی میاد به سمت پایین و پایین وسطتون آفست میزنه. حالا اگه کپی فعال باشه که کپی میکنه، اگه کپی فعال نباشه میاد اونو جابجا میکنه به این صورت. حالا اگه کپی فعال باشه این میاد به این صورت، اینجوری این آفست انجام میده. این دوتا گزینه هم یکی گرافیکال و نامریکال. اگه روی گرافیکال باشه که شما باید دستی اینو جابجا کنید و دیگه عدد نمیتونید بدید، مثلا میگید روی این کلیک میکنید و آفست انتخاب میکنید، روی این کلیک میکنید و اون مقداری که میخواید و اساس دستی حالا یا عدد میدید یا همینجوری دستی اینو میتونید آفست بدید. ولی اگه روی نامریکال باشه گزینه فعال میشه و میتونید به صورت عددی اینو درست کنید. ولی چیزی که من اول یادم رفت بهتون بگم این که واحدتون تنظیم کنید، کلید یو ان کیورد رو که بزنید پنجره یونیت باز میشه و توی این بخش شما وقتی وارد بشین میتونید مشخص کنید که حالا متر باشه، سانتی متر باشه، یا هر جوری که خودتون راحت تر میتونید رو تنظیم کنید. و اینجا مشخص میکنم حالا تو دو رقم اشاره نشون بده و هم سیمبولش هم نشون بده و به این صورت باشه. حواستون به اینم باشه که این یونیت رو تعیین کنید. این پیغامی هم که داد پیغام برای سیف کردنه که شما میتونید از همون قسمت فایل آپشن اینجا توی این سربرگ مشخص کنید که مثلا هر چند دقیقه یه بار این پیغام به شما بده و به شما یادآوری میکنه که حالا اون فایلتون رو سیف کنید، که اون موقع اون فایلتون حالا ریویت اگه یه هنگ کرد خارج شد سیف شده باشه و فقط پیغام میده، خودش سیف نمیکنه. خب ابزار بعدی که وجود داره دوتا ابزار میروره که اول این یکی رو بهتون آموزش بدم.
این میرور رو که میزنید دوباره یه گزینه کپی داره. اگه این کپی فعال باشه که میاد کپی میکنه، اگه هم کپی فعال نباشه میاد فقط اینو میرور میکنه و به سمت مقابل میبره. به این صورت که شما حالا محورش خودتون مشخص کنید، مثلا میگید از این گوشه میخواید میرور شه، کلیک میکنید و این خطش رو دقت کنید میاد و به این صورت میرور میشه. چون الان کپی فعال نبود این دیوار رو میرور کرد، ولی اگه کپی فعال باشه به این صورت میاد میرور رو انجام میده. این یکی هم، حالا شما باید یه خطی اول ترسیم کنید و بگید که نسبت به اون خط بیاد وسطتون اون میرور رو انجام بده. مثلا نسبت به خط رو شما میاد از مدل ها انتخاب میکنید و این خط رو میکشید و به این صورت این میاد نسبت به این خط میرور رو انجام میده. معمولا من خودم از این یکی میرور استفاده میکنم چون راحت تره. این نیازی نیست شما محور رو مشخص کنید، مثلا اون دفعه اینجوری میرور کردیم، شما میتونید این دفعه به این صورت کلیک کنید و به این صورت میرور رو انجام بدید. با این ابزار تمرین کنید، حالا به مورد زمان دستتون میاد که چه جوریه کاربردش و دیوستتون راحت تر میشه کاربردش. این ابزار بعدی که هست ابزار اسپلته که دو مدل داره. شما مثلا میخواید این دیوار از اینجا به دو قسمت تقسیم شه، اسپلت رو میزنید و میاره روی این دیوار کلیک میکنید. همطور که میبینید این دیوار الان به دو قسمت تقسیم شد و شما میتونید به این صورت این دیوار رو جدا کنید. اصلا یه اسپلت دیگه هم داره که میاد یه فاصله بهش میده. اگه دقت کنید زوم کنید این میاد خودش یه فاصله میده. به این صورت اینا دیگه قفلش اگه باز کنید به این صورت میتونه جدا شه. الان همون اسپلیت اولی من انتخاب میکنم. شما اگه این دیلیتش فعال باشه کلیک اولی که میکنی کلیک دوم هر جا باشه این میاد بین دوتا کلیک رو حذف میکنه. دقت کنید الان اینو سلکت میکنید اسپلیت رو میزنید. اگه دیلیت فعال نماشه که شما کلیک کنید این فقط میاد اسپلیت میزنه و حذف نمیکنه، ولی اگه این دیلیت فعال باشه شما کلیک اول رو میکنید و حالا کلیک دوم هر چقدر که حالا دوست دارید یا عددی یا به صورت چشمی حالا اینجوری میتونید حذف کنید. به این صورت هر قسمت از دیوار که میخواید اگه خواستید حذف بشه کلا و دیوار یا هر چیز دیگه سلیکت میکنید و دیلیت میزنید. این زبدر هم کار دیلیت رو انجام میده، زبدر که بزنید حذف میکنه. خب ابزار بعدی که وجود داره ابزار اری. شما وقتی بیان سلیکت کنید دوباره اری رو که بزنید چند تا اینجا واسهتون گزینه فعال میشه. این گزینه رو اگه بزنید به صورت خطی اری واسه شما انجام میده، ولی اگه گزینه بعدی رو بزنید میاد به صورت دایره وار اون اری واسه شما انجام میده و به صورت چرخشون اری انجام میده. حالا اول اینو من توضیح بدم. اگه روی حالت اول باشه این گزینه اول، شما جسمی که سلکت میکنید و بزنید و فاصله شو مثلا مشخص کنید که میخوام یه متر باشه از اون اری بعدی و اینتر رو بزنید، حالا باید تعدادش رو مشخص کنید که چند تا میخواد این تکرار بشه، مثلا 10 و این به این صورت برای شما اری میشه و اون کپی انجام میده. حالا مثلا به صورت گروپ هم هست، اینجا شما هم گروپ رو که بزنید دیگه اینا جدا میشه از هم و میتونید هر تغییراتی که میخواید اعمال کنید.
ولی اگه این روی گزینه دوم یا لست باشه، شما اونجا اومدید اول فاصله بین دو تا جسم رو انتخاب کردید و گفتید که به چه تعدادی تکرار بشه. ولی اگه روی لست باشه، شما باید مشخص کنید که فاصله اولی تا آخرین جسم چند تا باشه و بیاد بین اینا چند بار تکرار بشه. مثلا میگیم این 20 متر فاصله اولی تا آخری باشه و حالا عددی که شما میزنید این میاد خودش با یه فاصله بین این دوتا تقسیم کنید. مثلا ما اگه بزنید 10 عدد، این خودش میاد یه فاصله دقیقی میده و 10 بار اینو تکرار میکنه. یه بار دیگه من گزینه اول رو دوباره بهتون آموزش بدم. را کنید اگه عره بزنید روی حالت اول باشه، کلیک که میکنید میگید میخوام فاصله اولی تا دومی 2 متر باشه. این 2 متر رو میزنید بالا هر تعدادی که میخواد، مثلا 10، این میاد تکرار. ولی اگه روی حالت لست باشه، شما میاید فاصله اولی تا آخری رو مشخص میکنید، مثلا 20، و میگید بینش چند تا باشه، 5 تا میخوام باشه. و این 5 تا به صورت دقیق فاصله رو تقسیم میکنه و اره برای شما انجام میده. گزینه بعدی که داریم اسکیله. حالا من این انتخاب کنم، اون از شما گروه شده. اسکیل رو بزنید وقتی اینجا، یا میتونید به صورت همین نامریکال باشه گرافیکال. گرافیکال که به صورت دستیه و شما کلیک میکنید و کلیک دوم به این صورت میتونید این ایوار رو کوچیک و بزرگ کنید. ولی اگه به صورت عددی بخواید کوچیک و بزرگ کنید، نامریکال رو میزنید و مثلا میگید 2 برابر شه و بعد اینتر رو میزنید، این 2 برابر میشه. یا مثلا میخواید نصف شه، اسکیل رو میزنید، این رو نیم میزنید و اینجا به صورت عددی کوچیک میشه. اگه هم خواستید به صورت دستی کوچیک و بزرگ شه، میذارید روی این حالت و کلیک کنید، به این صورت میتونید اون اسکیل رو انجام بدید. گفتم باید با این ابزار زیاد کار کنید که دیگه سرعتتون توی استفاده از این ابزار بالا بره. و ابزار آخری که وجود داره تیریم، یعنی یه جوری هم تیریم هم اکستن، چون توی اوتوکد این دوتا جدا بود ولی توی رویت اینا تقریبا یکی. خب حالا من اینا رو پاک کنم، یه سری دیوار در هم بکشم که این ابزار رو بهتر بتونید یاد بگیرید. مثلا به این صورت چند تا هم به این صورت بکشم. خب اگر این گزینه اول رو شما بزنید، روی اولین خط که کلیک کنید و کلیک دوم میاد اینا رو به هم متصل میکنه. پس ابزار رو انتخاب میکنید و میخواید این دوتا با هم متصل بشه، یک کلیک روی این و یک کلیک روی اون یک دیوار، اینا با هم متصل میشه. یا مثلا میخواید این دوتا با هم تیریم شه و انتهاش قطع شه، میاد کلن هر چی که بعد از این دوتا خط هست و واسه تون رو بین میبره. ناکنه دوباره من بزنم، یک کلیک روی این خط و یک کلیک اینجا، میاد هر چی ادامهش هست و از بین میبره. حالا اگه برعکس کلیک کنم، یک کلیک اینجا و یک کلیک اینجا، میاد از این سمت کم میکنه و هر چیزی که این سمت باشه رو از بین میبره. حالا فرقش با ابزار بعدی اینه که شما مثلا میخواید تیریم کنید ولی فقط این خط از بین بره و این بمونه، شما برای این کار اول میدون خط مبدأ رو مشخص میکنید. مثلا میخواید این پاک شه، اول باید روی این کلیک کنید و این سمتی که میخواید بمونه رو کلیک کنید، این میاد انتهاش رو حذف میکنه. پس میخواید اینو حذف کنید و روی این کلیک کنید و روی قسمتی که میخواید بمونه. دوباره مثلا میخواید این خط حذف شه، باید روی این کلیک کنید
و روی این لار. مثلا بخواید این هست شد اینجا کلیک میکنید و یک کلیک اینجا. حالا اگه مثلا شما میخواید این تا انتها حذف نشه و فقط مثلا این قسمتش حذف شه، بعد از اسپلیت هم استفاده میکنید. اینجا یه اسپلیت میزنید و حالا از تریم استفاده میکنید. به این صورتی میاد. فقط فقط میتونید دستی یا حالا دستی یا باز دوباره این تریم کنید. اینجا کلیک میکنید و این کلیک این بره. از این ابزار برای اکستند هم میتونید استفاده کنید. مثلا یه خط مبدا مشخص میکنید اگه میخواید این دیوارا بیاد برسه به اینجا. یه جوره مثل الان این قسمتش کلیک میکنید روی این قسمت و روی اون دیواری که میخواید برسه دوباره به این صورت. اولین کلیک روی اون دیوار مبدا و بعد دوباره این کلیک. فرقش با ابزار بعدی اینه که این به صورت چند تایی انجام میده. این وقتی مبدا مشخص کنید دیگه لازم نیست هی ابزار رو انتخاب کنید. میتونید به این صورت چند تایی اینا رو تیریم کنید. های کلیک من در رفت. خط مبدا مشخص میکنید. به این صورت میاد برای شما اون اکستند رو انجام میده. و تقریبا این ابزاری که زیاد باش کار داریم و من بهتون آموزش شدم. توی جلسات بعدی شروع میکنیم دیگه به ترتیب این ابزار رو میریم جلو و حالا یه بشه یه پروژه هم با هم جلو میبریم و تا بهتر یاد بگیرید. امیدوارم که این جلسه براتون مفید باشه و تمرین کنید این ابزار رو تا قشنگ مسلط بشین، چون ابزار خیلی استفاده میشه. و همونطور که گفتم از این بعد قصد داریم هفته حداقل یه دونه آموزش رویت داشته باشیم. پس واسه اینکه از ویدیو بعدی ما اطلاع پیدا کنید توی یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیو بعدی آموزش رویت ما هم بتونید ببینید. و اگه مشکلی یا حالا آموزش خاصی دوست داشتین میتونید توی کامنت ها بهمون بگید که آموزش ها رو براتون بذاریم. با عرض موفقیت خدا نگهدار.